پس این شانزاد امید قمر به شما میاره. با آنکه دو ماه از اختطاف این کودک 9 ساله می گذرد، اما هنوز از سرنوشتش خبری نیست. خانواده این کودک می گوید که در آخرین پیام ربایندگان هفته پیش از آنان 1,700,000 دلار درخواست کردند. مادر عبدالرؤوف 9 ساله از رئیس جمهور غنی می خواهد تا پسرش را به او برگرداند. درد که من می کشم، هر کسی که مادر باشه ای درد احساس میکنم. ما از آقای رئیس جمهور می خواهش میکنم هر چی زودتر عاجلتر بخیر عبدالرؤوف جان پیدا کنن و بیارن به دست ما تسلیم بدن. اونا گفتن که عبدالک دلار بر ما بتی، در غیر از او ما طفلک از بین میبریم گفتن. دیگه تا هنوز دیگه پیامشان نامده. اینجا هم شمار از معترضانی که بیش از 1 ماه می شود در زیر چادر تحصن به سر می برند، می گویند در 1 سال گذشته بیش از 10 تن از نزدیکانشان رو بوده شده و دوباره در بدر پل رها شدند. این مسیر رای اقچه و مزار 11 نفر 12 نفر اختطاف شدن و بر از اونا پول کمی بودن یا اندک بود یا زیاد بود پول دادن و اونا خود رها کردن. اگر ما هر اختطاف را پیسه داده بوریم یا هم دولت ایره تعقیب نکنه، دولت ما اختطاف چه را دستش از اختطاف قطع نکنه، ای خودش یک جرم را چنان در جامعه ما او را فخش میکنیم که هر کس میخواه که از همین طریق نامشروع با خود یک تجارت جور بکنه. اما پلیس بلخ میگوید که در پیوند بر ربوده شدن این کودک تا کنون بیش از 10 تن بازداشت شده و تلاش ها برای رهایی این کودک ادامه دارد. در این پیوند تا فعلا چندین نفر بازداشت شده، از این تحقیقات در مرکز و در بلخ جریان داره. چون از این که قضای اختطاف ما قبلا هم صحبت کردم که خیلی مغلق و پیچیده است، ما نمیخوایم که روی جزئیات بیشتر از این صحبت بکنم. در گردیز مرکز ولایت پکتیا 2 کودک حدود 20 روز پیش از سوی آدم رو بایان رو بوده شده بودند، از سوی امنیت ملی نجات داده شدند. خانواده این 2 کودک از حکومت میخواهد که برای عبرت دیگران عاملان ربوده شدن کودکانشان را اعدام کند. باید اشد مجازات به دست مجازات و سیاقه قابل دی بخلو نیه او دست مجازات سی پا عام حضر پا چوکی دی طول و خلقو پا حضور بنده پا دی رکم پا جزا بنده پا جزا ور و سر ور سوال سی بل دی مرزوی بیاد اگر رکم کارونه که کدی ولس همکاری وی هر دول اختطافگر قاتل یو بل بدماش هر چوک چیوی اغا به دیر خطر کماندی نیول که دلیست. در همین حال وزارت امور داخله می گوید 2 تن از دکتران بیمارستان امرجنسی ولسوالی بگرام ولایت پروان که چند روز پیش رو بوده شده بودند، با همکاری فامیل هایشان از روستای شوخی ولایت کاپیسا از چند آدم رو بایان آزاد شدند. به گفته این وزارت، آدم رو بایان در بدل رهایی این دکتران 100,000 دلار مطالبه کرده بودند.